يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و والسلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من بالاه. سلام و هزاران سلام و هزاران درود بر همه شما خوبان دوستداران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ما کن الله لیعذبهم و انت فیهم خداوند متعال هرگز ما رو عذاب نمی کرد و عذاب الهی بر ما نازل نمی شد اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در میان خودمون می داشتیم عزیزان پیامبر و الگو بودن پیامبر و پیامبر و آخرین پی که الله برای ما مؤمنان و رحمت للعالمین باید همیشه زیر چشم ما باشه و همیشه در کنار ما نبود پیامبر ما رو به این دردسرهایی که امروزه دچارش هستیم میندازه بیایید با هم فکر کنیم اگر واقعا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما میبود وضع های ما اینطور بحرانی میشد اگر واقعا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در کنار خودمون می و در زندگیمون همراه ما میبود آیا تاغوت ها ظالم ها مستکبران دزدان راهزنان کشورهای ما رو در اختیار می داشتند و مهار ما رو در اختیار خودشون می داشتند و هر طرفی که میخوان ما رو می بردن. آیا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در میان ما می بود این حجم از فلاکت این حجم از بحران های اجتماعی بحران های خانوادگی بحران های اقتصادی و آموزشی و سیاسی رو در منطقه ما شاهدش می بودیم آیا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما می بود این همه زجر و شکنجه و سختی ها رو ما تحمل می کردیم آیا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما می بود عزیزان ما در ترکستان این چنین قتل عام می شدند توسط کمونیست های چینی آیا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در میان ما می بود مسلمون ها بزرگترین مجمع مسلمون ها مجتمع اسلامی در هندوستان هست و اون وقت این مسلمون ها به این صورت ذلیل و خار می شدن آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اگر در میان ما می بود ما حوادث دردناک ما رو شاهدش می شدیم آیا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما می بود آیا یک تاغوتی مثل رحمانوف میتونست تاجیکستان رو اینطور نفلش بکنه و میتونست با اسلام و ارزش های اسلامی اینطور بازی بکنه و همه چیز رو به مسخره بگیره آیا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما می بود اینطور ما هابیلوار در افغانستان کشته میدادیم و علما اندیشمندان و سرمایه های فکری و ایمانی این جامعه اسلامی این طوری که پس از دیگری ترور می شدن و کشته می شدن توسط جنایتکاران و مزدوران و قابیل ها آیا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما می بود آیا ما این همه بحران اخلاقی بحران هویتی خونه هایی که ریخته میشه این همه زندان ها این همه کشت و کشتار این همه کشتار کوله بران و کشتار سوختبران و این همه فقر و فلاکت و فحشا و بی و فتنه و فساد رو در ایران شاهدش می بودیم پس عزیزان گره کور ما کجاست در حقیقت ما پیامبر رو گم کردیم ما از راه پیامبر بدور رفتیم ما الان اومدیم و هابیلوار کشته میشیم توسط قابیل هایی که دم از برادری میزنن اونهایی که ما رو در تاجیکستان در افغانستان و در ایران میکشند دم از برادری میزنن ما برادرای شما هستیم زبان ما زبان شماست هویت ما هویت شماست ما مسلمان هستیم ما از همین خاک و بوم هستیم ما و ما و ما ما فرزندان یک پدر هستیم اینهایی که دم از این سخن میزنند اینها قابیل ها هستند گرگانی در پوستین میش و تندان تیزه، دندان تیز کرده اند برای تکه پاره کردن ما و شما میبینید که هر جا خون است و خونریزی فراکت هست و دربدری مشکل کجاست مشکل اینجاست که ما درک نکردیم که دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون هابیل بی قوت حابیل بی دست خالی رو قبول نداریم اون ابتدای خلقت بشریت بود اونجا بود که قضیه به اینجا نرسیده بود فحشا و فساد و قتل معنا نداشت در اون لحظات دو برادر به جان هم یکیشون به جان دیگری افتاد و برادرش رو کشت حابیل هیچی در توانش نبود اگر حابیل شمشیری در دست می داشت اگر حابیل مشت گره کرده در پهلوش می داشت آیا قابیل می تونست اون رو بکشه؟ سوال اینجاست سوال برای اون حابیل و قابیل گذشته نیست بدون شک حابیل به بهشت رفت حابیل به سعادت خودش رسید حابیل از جمله شهیدان هست و قابیل به جهنم واصل خواهد شد اما این رو دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نمیخواد این رو فطرت بشری ما در زمان عزت و کرامت انسانی و آزادی انسانی قبول نداره هیچ شکی در این نداریم که تمام این مسلم یارها تمام این عاطف ها تمام این فائزها و تمام این نیازی هایی که در افغانستان کشته شدن همه این شهیدان گلگون دیار افغان همه این عبدالباقی ها و همه این عزیزانی که توسط قابیلیان به شهادت رسیدن همهشون بیاری الله متعال از جمله شهیدان هستند و به بهشت برین خواهند رفت و همه این ظالمان مستبد همه این قاتلان جنایتکار که از سوی امپریالیسم امپریالیسم جهانی و از سوی استعمارگران آورده شدن همه این نیروهای کفر و ظلم و ستمی که بر افغانستان حاکم هستند و این کشور اسلامی رو به استعمار گرفتند. و همه این نیروهای قاتل و خونخوار مزدور رژیم صفاک ایرانی همشون به جهنم واصل میشن همشون در خونه هاشون الان آتیش هست آرامش ندارند و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا اینها زندگیشون بدبختی است نگون بختی است آه این مظلومان و آه این یتیمان هست که اینها رو خونه هاشون رو شعله ور کرده همه این کولبران کردستان همه این فقیران و بیچارهایی که در پی لقمنانی در آتش خشم قابیلیان حاکم و رژیم صفاک خمینی هر روز در بلوچستان می سوزن. همه این شهیدان بیاری الله متعال اینها همه به بهشت میرن و همه این قاتلان همه این مزدوران صفاک و انسان کش همه اینها که خونی رو به ناحق ریختن به جهنم میرن این حکایت فرداست حکایت دادگاه عدل الهی است اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و شیوه تربیتی پیامبر این رو قبول نداره و این رو از ما راضی نیست بیایید ببینیم که خداوند متعال با ما چطور برخورد میکنه در غزوه احد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران به مسافه دشمنی رفتند که با تمام تجهیزات از مکه حرکت کرده و اومده به نبرد با اسلام و مسلمان ها تعداد دشمن بسیار بالاست بیش از دویست سوارکار و دو تا از رهبران جنگی ماهر زبردست خالد ابن ولید و اکرم فرزند ابو جهر رو که هر دوتاشون خشم و حقد و کینه دلهاشون سینه رو پر کرده رو هم بر رهبری سوارکاران دارن با خودشون زنها و رقاس رو هم آوردن که اولا مرداشون رو تشویق کنن به جنگ و بعد از پیروزی اینجا پایگویی و بی و رقصی رو به راه بندازن مؤمنان همشون 700 نفر بیشتر نیستن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گروهی رو مسئولیت دادن که از یکی از نقطه های ضعف منطقه جنگی رو حراست کنند و پاسبانی داشته باشند در حال اشتباهی از مسلمون ها صورت گرفت و اینهایی که مسئولیت نگهبانی رو داشتن در شوت اول جنگ که مسلمون ها پیروز شدند و دشمن فرار کرد اینها فکر کردند که دیگه دشمن فرار کرده و بازگشتی نیست از اون نقطه ای که مسئول پاسبانی اون بودند پایین اومدن و دشمنی که چشم به انتظار فرصت بود این فرصت رو غنیمت شمرد و دو ریزه چرخی زد و از پشت به سپاه اسلام شبیخون زد و مسلمان ها ضربه سختی رو خوردن یک ضربه سختی بود الان تحلیلگران سیاسی امروزی ما اگر اونجا می بودن از همین هایی که الان در رسانه ها میبینیمشون دم از چی میزنند؟ خب دشمن قوی بود دشمن تمام تجهیزات رو داشت دشمن نیرویش بسیار بالا بود و نیروی مسلمان ها کم تعداد دشمن بسیار زیاد بود و مهماتی کم استفاده کرده بود مهمات به روز و قوی بود و در اختیار مسلمان ها نبود در نتیجه دشمن از پشت اومد و خون زد و تونست ضربه مهلکی بر سپاه اسلام وارد کنه و هفتاد نفر از عزیزان ما رو به شهادت برسونه همزه از جمله اون شهیدان هست این تحلیل تحلیلگران ماست اما بیاییم ببینیم که قرآن چی میگه قرآن این سفسته بازی رو قبول نداره قرآن میگه که اولما کن مصیبه قد اصابتم مثلیها وقتی که به شما یک مصیبتی وارد شد این مصیبت احاد اولا خب چیز طبیعی است یک مصیبتی به شما وارد شده شما انسان هستید اما یادتون باشه قد اصابتون مثلی ها شما دو برابر این ضربه رو به دشمن وارد کردید در بدر اونها هفتاد نفر از شما رو اینجا شهید کردند شما هفتاد نفر از اونها رو به درک واصل کردید هفتاد نفرشون رو هم اسیر کردید اینجا افرادی که شهید شدن مسلمون هایی هستن دلیر مردانی از سپاه اسلام و در میانشون برخی از رهبران جامعه در اونجا همه اون هفتاد نفر از همون گردن های کفر بودن ضربه ای که شما به دشمن زدید بزرگتر هست پیروزی شما همیشه پررنگتر هست نیروی شما همیشه قویتر هست دشمن همیشه ضعیف هست چون که شما با ایمان وارد معرکه میشید و اونها با کفر شما امیدتون به فردای اله خداوند متعال هست و اونها امیدی به فردا ندارند پس هر چند که دشمن قوی باشه فلا تخافوهم و خافونی از دشمن حراس نداشته باشید اگر حراسی هست از خدایتون از فردای قیامت که مورد بازخواست میشوید داشته باشین خب وقتی که این مصیبت به مسلمان ها وارد شد مسلمان هایی که اصلا تصور نمی کردند که شکست بخورند خدا با ماست ما چطور شکست میکنیم قلتم ان هذا گفتم که این مشکل از کجا اومد ریشه یابی باید بشه که چرا ما شکست خوردیم چرا به ما ضربه وارد شد قل هو من عند انفسکم خداوند متعال قضیه رو فاش کرد ریشه یابی شد قل هو من عند انفسکم این به خاطر این است که از کوتاهی های خودتون از اشتباهات خودتون خونی که امروز در جای جای جهان از مسلمان ها ریخته میشه اون بهای کمکاری های خود مسلمان هاست بهای تحریف اسلام و سفسطه بازی و سفسطه گریست بهای نپرداختن به قدرت و توانمندی است به اینی که خودشون رو آماده نکردن و عیدو لهم مستطعتم من قوه از قوت و نیرو نگرفتن قابیله هایی که در همین جامعه هستند وقتی که این حابیله های دست خالی رو دیدند به طمع سربریدن اونها افتادند به طمع اینکه که من شما رو میکشم این های این قابیلی هایی که الان جای جای جهان اسلام مسلمون ها رو سر میزنند به خاطر این هست که این مسلمون ها قل هو من عندی انفسکم خودشون کمکاری کردن خودشون خودشون رو برای همچنین لحظاتی آماده نکردن خودشون اگر نیرو به دست می گرفتند امروز کسی جرات نمیکرد این چونین به اونها به تازه هایی که الان در جای جای در افغانستان کشته میشن کیا هستن اینها افرادی هستند که دیروز در مقابل بزرگترین امپراتور جهان شوروی استادن و کمر شوروی رو شکستند اما وقتی که کمر شوروی رو شکستند قابیل ها به میدان اومدن و به اینها گفتند که ما با هم برادریم چه نیازی هست که شما در خونتون سلاح داشته باشید چه نیازی هست که شما قوی داشته باشید من قابیل برادر شما از شما حمایت می کنم و این با سادلوهی این حرف رو باور کردن و امروز ما شاهد این جنایت ها هستیم اینها قابیل ها هستند قابیل های وحشت قابیل هایی که به بردگی عادت کردند یعنی اینها قبل از این برده روس بودند برده کمونیست بودند برده جنرال نجیب بودن برده پادشاه های پیش از اون بودن ظاهر شاه و داود شاه و نمیدونم فلان شاه ها بودن اینها به بردگی عادت کردند. و این برده ها رو در ایران هم میبینیم در تاجیکستان هم میبینیم برده هایی که دنبال مهار خودشون هستن میگن یک ظالم ستمگری بود و حیواناتی داشت بهشون خیلی ظلم میکرد یه خری داشت و یک شطوری این خر و شطور با هم نشستن گفتن که به ما خیلی ظلم میشه. ما باید خودمون رو نجات بدیم. از دست این ظالم ستمگر باید فرار بکنیم. تصمیم بر این گرفتن و هم خر و هم شطور توشه هایی که داشتن، ای که بود همه این رو برگرفتن که از اینجا فرار کنن و در راه تلف نشن. آب و کاه و یونجی که بود گرفتن و از پیش اون سرور و صاحبشون که انسان ستمگر و ظالمی بود فرار کردن. فرار کردن و دور شدن از اونجا تا یک ها خر به عرعر افتاد و زار و فریاد که وای ویلا چه خاکی به سرم بندازم شطور گفت که چی شده عزیز من گفت که نمیدونی من چیزی خیلی مهمی رو اونجا فراموش کردم و فرار کردم گفت اشکالی نداره هر چه باشه آزادی مهمتر است گفت نه خیلی مهمه این باید من برگردم اونو بیارم گفت چه هست که فراموش کردی گفت مهار. اون مهاری که باید اون قلاده ای که باید به سر من باشه و همراش تازیانه ای هست حالا کسی دیگه ای که منو به بردگی میگیره با کدوم تازیانه منو بزنه با کدوم مهار منو این ور و اون ور بچرخونه این خرهایی که به بردگی آزاد کردن آزادگی طعم آزادی رو اینها نمیتونن اینها در همه جوامع ما هستن در پی بردگی هستند از این ظالم ستمگر میخوان فرار کنند برن زیر چتر یک ظالمه که فکر کنن که شاید ظلم و ستمش از اون کمتر باشه ملت ها رو ما رو اینطور گمراه کردن و اینطور به وحشت انداختن شما میبینید این ملت های آزاده ما این ملت های ما که تونستند اتحاد شوروی رو بشکنن این ملت بزرگ تاجیکستانی به این کوچکی که هفتاد سال داس و چکش کمونیسم بر بالای سرش خوبید بعد از هفتاد سال وقتی که کمونیسم رو زد و بیرونش کرد اولین صداش بود الله اکبر از زیر زمین حافظان قرآن بیرون اومدن این ملتی که هفتاد سال بزرگترین امپراتور دنیا نتونست هویتش رو عوض کنه این ملت افغانستانی که تمام افغانستان و خاک افغانستان و کوههای افغانستان با جنگل ها و با ملتش همگام شد و بزرگترین پیروزی رو در قرن جدید گذاشت در تمام این قرنهای جدید ما پیروزی به بزرگی و عظمت پیروزی ملت افغان بر امپراتوری شوروی نداشتیم اما قابیل ها دنبال بردگی بودند دنبال سید و آقای دیگر همین ملت ایران تونستند اون سه حکومت ستمشاهی رو که مدتها و قرنها بر روی این ملت سوار شده بود کمرش رو بشکنن اما در میان همین ملت ها بودند خرهایی که دنبال پالان جدید دنبال مهار جدیدی بودند که بیاند و بردگی یک تاغوتی دیگر رو که شاید از اون ظلم و ستمش کمتر باشه رو تجربه کنند الان که میبینن نه این از اون سید از اون آقا و از اون ظالم ظالمگر و ستمگر هست الان میخوان که برگردن برگردن به آغوش همون ظالم پیشین اون آقا ظلم و ستمش کمتر بود این ها طعم آزادی رو نچشیدن نمیدونن آزادی یعنی چی اما ببین این ملت ما چقدر ملت بزرگی است در بلوچستان ظالم ستمگر رژیم صفاق اومد و برخی از انسانهای فقیر و نادار بیچاره و فقیر رو که دنبال لقمنانی بودند کشت با اون اسلحه و اون خون آشامیش و انگار نه انگار که کاری بکنه اما ببینید چه اتفاق افتاد وحدت امت رو ببینید آزادگی و طعم آزادگی رو در ملت ها ببینید چند نفر هشتاد نفر در مرزها کشته شدند صد و اندی زخمی شدن تمام ملت بلوچی که در تمام دنیا بودند به یک باره احساس درد کردند و با این عزیزانشون هم درد شدن تمام مرزهای اطراف ایران بلوچهایی که پراکنده هستند از شمال تا شرق تا جنوب بلوچها در, در قندهار در فراه در نیمروز بلوچها در پاکستان در پارلمان پاکستان برای این شهیدان دعا شد و ملت در جای جای دنیا نماز خوندن و برای این عزیزان دعا کردند این فقط از بین خود بلوش و اونهایی که احساس همدردی داشتن با اینها در سطح جهانی تمام شهرها و روستاهای ایران و مناطق مختلف جهان برای اینها هم دردی کردند و احساس هم بستگی رو نشون دادن مردمی که در کشورهای خلیج بودند در زنجبار بودند در گوشه کنار دنیا این درد رو احساس کردند و با این ملت احساس هم دردی کردند یعنی یک جنبش بزرگ جهانی یعنی اینی که انسانیت در جهان هنوز بیدار هست یعنی اینی که هرچه این قابیلیان و این قاتلان اظهار بکنند که قدرت و شوکت دارند میبینید که نه اینها بسیار ضعیفند بسیار ناتوانند اینها فقط مثل خرق مگس ها ویز ویز زیادی دارند اما قدرتی ندارند و رفتگی هستند امروز یا فردا اینها میرند اما نیاز هست که ما درک کنیم که قدرت ما کجاست شما دیدید در افغانستان افرادی بسیار ناچیز مزدورانی که قدرتشون رو از بیگانه میگیرن چقدر تصور میکنید که تعداد سربازان فاطمیون باشه این حرفایی که تعدادشون سی هزار و چل هزار و صد هزار هست اینا رو بذارید کنار اگر اونها چل هزار هستن ملت افغانستان چل میلیون هست و امت اسلام دویست میلیارد هست دونیم میلیارد هست دونیم میلیارد مسلمون با افغانستان و ملت افغانستان ابراز همدردی کردند. دونیم میلیارد مسلمون برای شهیدان در افغانستان دعا کردند و با اونها همدلی کردند. و دیدیم که ملت خود افغانستان در تظاهراتی که چند روز پیش در کابل بود تظاهرات میلیونی که اولین بار در تاریخ افغانستان و کابل شاهد همچنین جمهوری بود در جنازه های شهیدان در جنازه استاد عاطف تاریخ افغانستان همچنین جنازه ای رو شاهد نبود اینها همه دلیل بر چه هست؟ دلیل بر قدرت و پتانسیل قدرت این ملت این ملتی که خدا رو میخوان این ملتی که همراه با حق و حقیقت هستند و از هیچ ظالم و ستمگری حراسی ندارن این ملت نیاز هست که رهبریت این ملت نیاز هست که علما با این ملت باشن علما پیامبر رو در بیان این ملت بار دیگر زنده کنند و به بی بی ملت نشون بدن علما نیاز هست که پیامبر رو در کنار پیامبر باشند و همراه با پیامبر حرکت کنند جامعه با علماست و میبینید که چقدر این دشمنان حقد و کینهشون رو بر علما میتازونن ببینید چقدر رسانه های قابیلیان بر علما میتازند و تهمت میزنند و افترا میزنند و دروغ میگند و همه اینها پس عزیزان مواظب باشید گول رسانه های دشمن رو نخورید و با رسانه های دشمن همگام نشید بر علیه علما و بر علیه اندیشمندان و بر علیه وطن دوستان و بر علیه مؤمنانی که در راستای کاشتن و گماشتن آزادی حرکت کردند و میخند ملت رو نجات بدن میخواند آینده شما رو نجات بدن با اینها همراه باشید و از این سر و صدا و حیلمان کفر و ظالم و ستمگر نترسید ظالم از سایه خودش میترسه ظالم هیچ نیروی نداره ظالم یک قدار خائن هست و با این قدارهای خائن ها از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یاد بگیریم پیامبر به ما در سور میده که در مقابل ظالم وایسید در مقابل ظالم تاغوت وایسید و حرف حق رو در مقابلش بگید حتی اگر جانتون رو از دست دادید شما شهید هستید اگر مالتون رو گرفتن مالتون رو ندید و از مالتون دفاع کنید و اگر جان دادید شما شهید هستید از ناموستون دفاع کنید و نگذارید که به ناموستون دست درازی بشه پیامبر ما پیامبر رحمت هست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما تو را رحمتی برای جهانیان فرستادیم رحمت چه بزا که نیاز هست که لبخند بزنه به مردم دست مردم مظلوم رو بگیره به این و اون کمک بکنه و گهگداری از رحمت هست که یک ظالم ستمگری رو که جامعه رو به فساد کشیده شرش رو از جامعه کم کنی از رحمت هست که وقتی که یک قده سرطانی در جسم کسی پیدا میشه از رحمت بر اون کس همین هست که شکمش رو پاره کنی و اون قده سرطانی رو بیرون بندازی و جانش رو نجات بدی در جامعه قده های سرطانی پیدا میشن در جامعه قاتلان و سرکشان و ظالمانی پیدا میشن نیاز هست که این ظالم و سرکش رحمت انسانی اقتضای اون میکنه که برای نجات جامعه باید این سرکشان و این ظالمان رو از مسیر بشریت و دور کنیم و جامعه بشریت رو نجات بدیم خیلی جالب هست که بفهمیم همین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که رحمت للعالمین هست وقتی که شخصی به نام کعب ابن اشرف یک جنایتکار یک قاتل یک فتن افروز و یکی از سران یهود و سرمایداران مدینه میره به مکه مکه رو میشورونه بر علیه مسلمون ها و از این ورون در داخل مدینه منافقان رو بسیج میکنه از این ور اون ور یهودیان رو جمع میکنه تا یک جبهه مشترک ایجاد بکنه و دولت مدینه رو از بین ببره مسلمان ها رو بکشه یک سیستم بسیار خطرناکی رو داره پای ریزی میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این از ابی افک یهودی از اسما بنت مرمان از همه اینها غافل نیست همه اینهایی که خانه های تیمی درست کردن گروهک هایی رو درست کردن فتن افروزانی چون فاطمیون رو درست کردن برای کشتار مردم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چشمش رو نمیبنده همه اینها رو از سر راه بر میدونه. خبر به پیامبر میرسه و افراد چطور خبر رسه؟ یعنی پیامبر بیدار هست افراد پیامبر در تمام منطقه وجود دارن اینهایی که در نیروهای اطلاعاتی کشورهای ما هستند در امنیت هستند در سپاه سپا هستند اینها خیلی هاشون فرزندان این ملت هستند از اینها باید استفاده بشه که این سیستم خونخوار این کابیلیان چه در فکر چه فکر کجا قتل عامی رو در نظر دارند؟ میخوان چه جنایتی رو به راه بندازن باید بدونیم که در داخل این ستمگران چه فکرهایی است و چه توطئه‌هایی است که ملت آگاه باشند بدونن و جلوی خون و خون ریزو رو بگیرن جلوی فتنه رو بگیرن و احیانا نیاز شد اون قده های سرطانی رو بردارن وقتی به پیامبر می خبر میرسه که شخصی به نام خالد حزلی در عرفات جمع شده و اونجا یک اردوگاهی زده و شروع کرده به سربازگیری و جمع کردن افراد این ور برای حمله به مدینه منوره و برای خون جویبار خون به راه انداختن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن اونیس رو مأموریت میدن که این خون آشام فتن افروز رو از شرش رو از جامعه بشری کم بکنه پس نیاز هست که در مقابل این ظالم ها این ستمگران ما طی سه سال گذشته 1500 تا از بهترین سرمایه های اون امت رو در افغانستان از دست دادیم تمام این سیستم جنایتکاری که همچنین سرمایه بزرگی رو از امت اسلام گرفت و از ملت افغانستان هر یکی از این افرادی که در افغانستان شهید شدن اینها سرمایه های این امت هستند. امت برای ساختن اینها چه هزینه ها که ما تحمل نشد اگر ما بخوایم یک آتف دیگر یک مسلمیار دیگر یک فائز دیگر و یک عبدالباقی دیگر و یک نیازی دیگری رو در افغانستان تربیت کنیم حداقل ما پنجاه سال وقت نیاز داریم غیر از هزینه های دیگه اگر ما بخوایم در ایران امثال مح... امثال استاد احمد سیاد محمد صالح زیایی و دهواری هایی رو تربیت کنیم 50 سال هزینه می خواهیم سال وقت نیاز داریم پس اینها سرمایه های بسیار بزرگی بودند که دشمن تونست به راحتی اونها رو بزنیم اما نباید این باعث یعص و ناامیدی ما باشه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن واقعی باشین شما پیروز خواهید شد نترسید ناامید نشین اگر ما یکی از این افراد رو دادیم صد تای دیگه این افراد تربیت کردن و در داخل میدان هستن جوانهای ما مادران ما و همه اینها در صحنه هستند و آینده رو میسازند اما باید درک کنیم که نه این مسیری که ما میرفتیم این و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر خداوند از خیلی از لغزش های ما در میگذره اما بدونیم که هر مصیبتی که به ما وارد میشه فبما کسبت ایدیکم سببش خود ما هستیم یک وارسی به خود بکنیم که چه شده که ما همچنین ضربه هایی رو تحمل میکنیم و همچنین ضربه هایی به ما وارد میشه ما کجا هستیم ببینیم آیا همچنین ضربه های هولناکی به پیامبر هم وارد شد؟ بله پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبایل نجد اومدن و پیامبر گفتند که ما میخواییم که مسلمون بشیم و مسلمون شدیم و به افرادی رو بفرست که جامعه ما رو دعوت بکنند اونجا قبایل زیادی هست و فلان هست ویلا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هفتاد نفر از قاریان قرآن از استادانی که در مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام تربیت شده بودند از علما رو فرستاد هفتاد نفر از این علما یک جا سر زده شدن قبایل خائن نجد به اینها خیانت کردند و اینها رو محاصره کردند و همشون رو به شهادت رسوندن در حادثه مشابهی در همون ایام در جای دیگر ده نفر از علما رو کشتن یعنی در یک مدت زمان بسیار کوتاه هشتاد نفر از علمای امت اسلام و صحابه توسط ظالمان ستمگر کشته شدند. آیا پیامبر نشست و تماشا کرد که اگر ما به نجد حمله کنیم اونها خیلی زیاد هستند و واقعا هم زیاد بودن یعنی در همون غزوه احزاب که بعدا میبینیم فقط از همین منطقه شش هزار نیروی جنگی با یعنی بیشتر از قدرت قریش اینها داشتن پیامبر نمیخواست جبهه ای رو بر علیه اینها باز کنه چرا که جبهه قریش داغ بود و بزرگترین ظالم ستمگر و بزرگترین دشمن قریشیان بودند بعدش هم یهودیان در داخل مدینه منوره نمیخواست پیامبر اینجا جبهه دیگری باز بشه اما خیانت بوی ننگ خون از این منطقه میاد اینها انسان های ظالم ستمگری هستند اینها ارزش اخلاق ایمان این چیزا سرشون نمیشه باید با اینها جنگی باید حرفی که همه ما میزنیم اما ما حرف رو میزنیم به این که پیامبر را در کنار خودمون داشته باشیم مثل همون موش ها موش ها همه جمع شده بودن آقا گربه حمله میکنه هر چند وقتی یکی دو تا از موشا رو میگیره میکشه میبره میخوره و ما تماشاگر هستیم گم میشیم هی یکی رو کشت بعد میایم گریه میکنیم زاری میکنیم ما میکنیم بعدش فراموش میکنیم یکی دیگه رو میاد میبره باید یک راه حلی پیدا کرد همه ها این حرف رو میزنن موش ها این حرف رو زنن گفتن که راه حل چیه آه، بهترین راه حل اینه که ما یک زنگوله درست کنیم و روی گردن موش بندازیم روی گردن گربه که هر وقت گربه خواست به ما حمله کنه صدای زنگوله رو ما میشنویم فرار میکنیم قضیه حل شد همه موافق شدن برای همه موافق شدن رأی بسیار خوبی هست سوال اینجا بود که این زنگوله رو الان کیه که روی گردن گربه بندازه کسی همچین جراتی رو نمیکرد وقت اون هست که ما از این موشیت به در بیاییم ما پیروان محمد مصطفی هستیم پیامبر رو در کنار خودمون داشته باشیم ببینیم که پیامبر کار کرد پیامبر نمیخواست با قبایل نجد ای باز کنه اما اونها دیگه خیلی شورش کرده بودن هشتاد نفر از علما رو کشتن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و الان هم چون که جوابی از طرف پیامبر نیومد چون که مشت محکمی بر دهنشون وارد نشد چون که کسی نیومد به خون الان فکر کردند که دیگه این ملت خوابیده است این ملت مرده است شروع کردن به سربازگیری و آماده شدن برای یورش به مدینه منوره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از تمام این ماجرا مطلع است سربازای پیامبر و سیستم اطلاعاتی پیامبر بسیار دقیق است همه چیزی که اتفاق میفته به پیامبر میرسه وقتی که نیروهای پیامبری که در این منطقه کاشته شده بودند سربازان گمنام پیامبر وقتی خبر رسوندند که اینها میخواند سربازگیری کنند و به مدینه یورش ببرند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با 700 نفر اینها رو قافل گیر کرد قبل از اینی که آماده بگیرند به اینها حمله کرد اینها دست پاچه شدند فرار کردند تمام اون آزوقه و مهماتی که جمع کرده بودند همشون به دست مسلمان ها افتاد یعنی پیامبر با ظالم ستمگر کنار نمی اومد با کسی که خیانت بکنه با کسی که انسان بکشه با کسی که فتنه و فساد به راه بندازه با کسی که جامعه رو به آشوب بکشه میخواد هر کی باشه قبایل باشن میخواد هر کسی باشه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برنامه ریزی میکنه که من اجازه نمیدم خونی از مسلمونی ریخته بشه و پیامبر حق اون رو نگیره این ننگ است چه ننگ و زشتی است که در جوامع ما علما کشته میشن در خیابون در روز روشن در همین جوامع فاسدان رقاصها، ها لادینها، ها اهل فحشا لوتی ها ها و مزدوران خارجی خود فروختگان اینها آزادانه در جامعه حرکت میکنن جامعه جامعه مسلمون جامعه ای که پشت امامش داره نماز میخونه جامعه ای پر از مسجد جامعه ای که صبح تا شام از این سو اون سوش ندای از آن میاد الله اکبر در این جامعه صاحبان اصلی این جامعه مؤمنان و کسا دلسوزان این جامعه که صبح و شام در خدمت این جامعه و در خدمت هویت این جامعه و حفظ ارزش ها در این جامعه هستند اینها امنیت ندارن اینها کشته میشن قابیلیان قاتل ستمگر مزدور خودفروخته بی و بیناموس در جامعه میگردن و آزادانه دارن فحشا رو به جامعه تزریق میکنن اینجا یک خللی وجود داره مسئله این هست که این افرادی که در جامعه رستند به اینها گفته نشده که پیامبری که رحمت للعالمین بود از باب رحمت این بود که بیمارهایی که وحشتناک هستند و قده های سرطانی رو باید از جامعه قطع کرد باید جواب مشت رو با مشت داد در مقابل ظالم ستمگر سر پایین انداختن این از شیوه پیغمبری نیست بله دشمن امکانات داره دشمن مالش رو میذاره اما بدون این مال مال حرام هست مال بیبرکت هست مالی هست که دشمن مصرفش میکنه فردا در حسرتش هم میمیره ان الذين كفروا ینفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل الله کافران مشرکان ظالمان مستبدان همه این تیم تیم کفر سرمایه هاشون رو میذارن تا مانع صد عن سبیل الله بشن ما نتونستن چقدر سرمایه کردن چقدر رسانه درست کردن چقدر دروغ پرداز درست کردن چقدر جادوگر به میدان آوردن با این وضع ما در تظاهرات چند میلیونی چند روز پیش در کابل دیدیم که همه این زحمت های دشمن نقش بر آباد شد همبستگی جهانی رو با شهیدان بلوچستان وقتی دیدیم فهمیدیم که همه اینها نقش بر آب شد در تاجیکستان با همه این ظلم و ستم و هزینه تاغوت باز میبینیم که پیرمرد هشتاد و پنج ساله بلند میشه نون خشک میبره به خونه اون عزیزانی که پدراشون در زندان ها کشته شدن و زیر شکنجه هستند تاغوت به در میاد تاغوت از حرکت یک پیرمرد هشتاد و پنج ساله جولیده کوژ پشتی که به سختی نفس میکشه یک پاش تو قبر یک پاش بیرون به وحشت میفته و میبینید که همین مرد رو گرفتن زندانش انداختن تو تاجیکستان تاغوت و ظالم ستمگری که در تهران نشسته از چهار تا فقیر بیچاره ای که مال و ثروت و دارایی اونها رو دزدیده اینها هیچ ندارند اما نمیخوان از گرسنگی بمیرند در میان خاک ها خودشون رو میکشن تا لقمه نونی رو به دست بیارن تا به تحمل اینها رو نداره چقدر این ظالم ستمگر چقدر ضعیف و ناتوان هست یک پیرمرد فرسوده در یک روستایی از بلوچستان میگه آقا ظلم نکنید ملت خودتون رو نکشید ای قابیلیان به ما ظلم نکنید ما رو نکشید تهران به حرکت در میان مولانا کوهی رو از یک روستای گمنام بلوچستان میگیرن و تا به امروز خبری ازش نیست ظالم اینقدر ضعیف و ناتوان هست یک خطیب محبوب ملت افغانستان در یک روستایی از این کشور بزرگ میاد میگه که ای مردم حرام نخورید ای عزیزان من ای قابیلیان شما برادرای منی دل من برای شما میسوزه لقمه حرام رو روی سفره خانوادتون نبرید به اجازه ندید بچه هاتون نون حرام بخورن زن هاتون نون حرام بخورن نون حرام, حرام بچه هاتون رو فاسد فاجر بار میاره نون حرام باعث میشه که زن هاتون آلوده بشن عزیزان من حرام نخورید بعدی گفت تمام نیروهای کفر همه تیرهاشون رو میگیرن به طرف هراد که مجیب الرحمن انصاری گفته حرام نخورید میخواد که ما رو کشور رو به آتیش بزنه میخواد که چی کنه چرا ترس و وحشتی که تاغوت و ظالم از حق داره قوت حق حق قدرتی داره و باید این حق و قدرت بگیره این حقی که اینها رو به وحشت انداخته این حقی که اینها الان تا به تحملش رو ندارن خون ریختن و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا اینها زندگیشون زندگی بدبختی است زندگی خاری است ذلت و خاری رو الان اینها دارن میچشن دنیای اینها جهنم هست چه برسه به آخرتشون این هایی که مال منال این ملت ها رو میدوزدن فرزندان اینها الان کجان همین هایی که دم از اهل بیت بودن و نمیدونم دم از چی و چی میزنن بچه هاشون کجان آغازاده هاشون کجان هر روزی اکس میاد تصاویرشون میاد فیلم هایشون میاد که اینها به چه ذلت و خاری افتادن و چه زجری رو میکشند کشند تا به تحمل شنیدن حق رو ندارند ببینید چطور می سوزن؟ در همین دنیا در عذاب الله هستند در همین دنیا در آتش سختی به سر میبرند که تا به تحمل این آتش رو ندارند بله عزیزان مؤمن هرگز هرگز ظلم رو تحمل نمیکنه. کنه مؤمن مشت محکمی هست بر دهن هر تاغوت ستمگر ظالم مستبد هر خائن ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین در غزوه بدر یکی از رسانه های دشمن دستگیر شد بهش میگفتن ابو عزه شاعر این شاعر رسانه دشمن بود خدمت دشمن میکرد و افراد رو میشوند بر علیه اسلام دروغ و فحشا رو در جامعه منتشر میکرد این توسط سپاه اسلام دستگیر شد و اومد آوردنش پیش پیامبر پیش رحمت للعالمین شروع کرد به گریه و زاری که من بچه‌ای دارم دختر دارم باید به با اونها رسیدگی بشه من کسی رو ندارم من پول گرفتم این کارا رو کردم غلط کردم دوباره از این کارا نمی کنم گریه و زاری و پیامبر اکرم صلی الله علیه و از ایشون عهد و پیمان گرفتن که هرگز با دشمنان همراهی نکنه و هرگز به اون مسیری رو که قبلا طی کرده رو طی نکنه خیانت نکنه فحشا رو در جامعه منتشر نکنه با ظالمان و مستکبران همراه نشه یار فرعون نشه این هم قول داد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینو آزادش کرد رفت باز بریق زرق و برق پول و وعد و هایی که از دشمن بهش رسید اینو باز مستش کرد باز شد همون همون راه و همون کار و همون مسیر رو انتخاب کرد و انتخاب اون مسیر باعث شد که بعد در غزوه احد باز دستگیر بشه وقتی که در غزوه احد این رو آوردن باز شروع کرد به گریه و زاری پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن نه من اجازه نمیدم که برگردی به مکه و سیبیلت رو کج کنی و بگی که محمد رو دو بار گول زدم نه ان المؤمن لا یلدق من جحر واحد مرتین یک مؤمن از دو سوراخ دوبار گزیده نمیشه و دستور دارن گردنش رو زدن این انسانی که خیانت کرده این انسانی که نمیخواد راه درست رو بره این انسانی که خیانت خون فتنه فساد و فحشا جلوی چشماش رو گرفته این یک انسان موزیست یک سرطانی سرطانیست در جامعه باید این حس بشه تا جامعه راحت بشه تا جامعه نفس بکشه این قاتلان و این مستبدان نباید اجازه بدیم مؤمن پیامبر مؤمن رو چنین وصف میکنه که یه سن مؤمن زرنگه باهوشه زیرکه مؤمن اجازه نمیده که هر کسی به سرا بلند بشه و بتونه مؤمن رو ضربه بزنه بله یک مؤمن نمادی است از سخاوت نمادی است از صداقت نمادی است از مهر محبت صبر عاطفه و عدالت تواضع فروتنی رحمت و در عین حال و عفو گذشت یعنی گذشت مؤمن رو ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چقدر به ما تعلیم میدن طرف میاد پیامبر رو میگیره لباسش رو از پشت میکشه گردن پیامبر زخمی میشه داد میزنه ای محمد به من بده از اون چیزایی که خدا بد داده اینا که مال خدا مال بابات که نیست پیامبر اکرم صلی الله علیه و لبخند میزد آدمی هست جاهله نمیدونه از کوه و دشت و دمن اومده بی فرهنگی هست این رو یادش بدیم پیامبر بهش میده رازیش میکنه خوشحال میشه و بعد میره دنبال کارش این عفو گذشت پیامبر هست ما رو اینجور حق نداریم به کسی ظلم بکنیم حق نداریم باید گذشت بکنیم باید جامعه رو ما برای تربیت جامعه اومدیم باید یک تربیت باید مربی باشه باید مثل پرستار پرستاری بکنی از این افرادی که چنین هستند حلم و بردباری داشته باشی اما در این حال شجاعت داشته باشی که خود رو نبازی شایسته مؤمن نیست که خودش رو بفروشه وقتی که دشمن اومدند و به پیامبر مال و ثروت تقدیم کردند که رشوه بدن که از راهش کنار بکشه گفت که به خدا سوگند اگر خورشید رو در دست راست هم بگذارید ماه رو در دست چپم که از این راه دست بردارم هرگز ادامه میدم تا گردنم و رو در این راه بدم این مؤمن هست مؤمن شجاعه مؤمن دلیره مؤمن در مقابل کفر و ظلم و ستم سرش رو خم نمیکنه. وقتی که ظالمان و ستمگران اومدند و هر چیزی با بر میخوان مذاکره بکنند بر کنار نرفت وقتی اومدن گفتن آقا بیا تو پادشاه ما یک سال خدای تو رو عبادت میکنیم بعد از یک سال خدای ما رو عبادت بکنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و به دستور الله تو دهنشون گفت قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم ولی ولي دين افتخار و عزت نفس یک مؤمن عزیزه یک مؤمن سرش رو بالا میگیره یک مؤمن از هیچ که نمیترسه از هیچ ظالم ستمگری هرچه این ظالمان و مستبدان و قاتلان و خون ریزا مال داشته باشن قدرت داشته باشند اونها ضعیفند و هرچه هم شما رو بترسونند این رسانه ها که آقا جمع شدند میکشندتون میبرندتون ویرونتون میکنند نترسید مؤمنان اونها هستند که وقتی که به اونها گفتند ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فسادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل وقتی که سپاه اسلام جمع شده بود در همراه الاسد دشمن میخواست که با رسانه مؤمنان رو بترسونه افراد اومدند رسانه ها اومدند پیک های دشمن اومدند که اوه فرار کنیم که دشمن با یک نیروی بسیار سیادی اومده شما رو قلع میکنه اینها که بهشون گفتن بترسید این ناس قد جمع اولا کن فخشا همه نیروشون رو جمع کنند از بترسید فرار کنید فزادهم ایمانا و کارو حسبون الله و نعم الوکیل ما خدا رو داریم خدا حافظ نگهبان ما هست پس ای انسانی که در اینجا اونجا زیر پتک اهریمن له شدی نه سرت رو بالا بگیر تویی که صبح تا شام میگی الله اکبر الله اکبر یعنی چی؟ یعنی الله از همه قدرت ها بالاتر هست از از همه نیروها قوی تر هست الله از تمام تاغوتیان و ستمگران و ظالمان بالاتر هست قدرت الله وقتی که تو الله اکبر رو داری از چه میترسی؟ به پیش به و مشت محکم باش در دهن هر کسی که میخواد به تو ظلم میکنه میخواد مال تو رو ببره میخواد ناموست به ناموس تو تجاوز بکنه میخواد جان تو رو بگیره اما اینه که بیاییم و مثل گوسفند منتظر باشیم که قصاب که بیاد یکی یکی ما رو سر میزنه این با مرام پیامبر با تربیت ایمانی بر تربیت دین که برای رهایی انسان ها اومده برای آزادی اومده با اون در ستیز هست وقتی که سرکرده سپاه دشمن آتش پرستان سرزمین فارس وقتی که به مؤمن معهد گفتن که آقا شما رو چرا چرا اومدی چی میخوایی؟ ربی ابن آمر چی گفت؟ گفت که ما اومدیم تا ملت رو از بردگی شما آزاد بکنیم این ملتی که خداوند متعال اونها رو آزاده آفریده هر یکی از شما عزیزان از شکم مادر ما اومدیم آزاده بردگی هیچ کسی توق بردگی هیچ ظالم ستمگری بر گردن ما نبود آزاده به دنیا اومدیم باید آزاده زندگی کنیم و باید آزاده از این دنیا بریم دینمون رو آزاده

به خوب... یعنی حتما میتونید و محفظ... لطف و بزرگواری شما عزیز بزرگوار هست گرچه که صداتون واضح نیست حتما میتونید وقتی که ما خدا رو داریم از چه غم داریم از چه ترس داریم عزیزان ما ملتی هستیم که شایسته هستیم که آزادانه زندگی کنیم ما از هیچ کسی چیزی کمتر نداریم و دشمن ما و ظالم و ستمگر از هر چه تصور شما ضعیفتر هست وقتی که میبینید این ظالم ستمگر با همه این نیرو و قدرتی که در اختیار داره چون این میلرزه از صدای حق میلرزه به وحشت افتاده بدون که این ظالم هست این توانی نداره اگر توانی میداشت خب با یک پیرمرد مولانا کوهی در نمی افتاد. اگر توانی می داشت نمی اومد این ملت گرسنه رو بر بزنه و بکشه ببینید صحنه های بسیار دلخراشیست است صحنه های بسیار بسیار دلخراشی رو ما شاهدش هستیم که میبینید که دشمن افرادی رو فرستاده به کجا به بالای کوههای یخزده کردستان که از اون سو یک پیرزن هفتاد ساله بیچاره رفته از اون سو از ملت خودش از پیش پسر اموها و پسر اماها و, و نمیدونم بچه هاش یه قوری رو خریده که بیاره این طرف خیا... کوها در پاوه و در پیرانشهر بفروشه تا بتونه یک نک... تکنونی رو ببره سر نوه نوهاش اون وقت سرباز گمنام امام زمان داره با آرپیجی میزنه این پیرزنو زنو این یعنی چین؟ یعنی که فرعون به افتاده یعنی که فرعون تاب و توان تحمل حقیقت رو نداره فرعون رفتنی است و فکر نکنید که این ظالم ها این عین و غین و فی و کاف و لام های افغانستان این آیت الله ها و نمیدونم مراجع و فلانی که در ایران هستند این ستمگرانی که در تاجیکستان هستند اینها همشون بهبه و چهچه میخونن نه اینها در بینشون حقد کینه جنگ و نفرتی هست که کسی از داخلش خبر نداره اینها زندگیشون در همین دنیا جهنم هست به خدا سوگن فرزندان اون ای که در بلوچستان شهید شده فرزندان اون علمایی که در افغانستان شهید شدن خانواده هاشون خواب راحت دارند سعادت مندانه زندگی میکنند و تمام این مستکبران ظالم و ستمگری که در کاخهایشون به سر میبرند و با تمام امکانات هستند آرامش ندارند خواب ندارند راحتی ندارند و من اعرض عن ذکری فان له معيشه اون که از یاد الله غافل است اونی که برده و بنده شیطان شده اون زندگیش نگونبختی بختی است بدبختی است فلاکت است و من اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا و اون کسی و من عمل صالحا من ذکر و انثا و هو مؤمن فلا نحینه حیاتا این کسی که عمل نیک میکنه و بنده الله هست و راه الله رو به پیش میبره زندگیش سعادت هست زندگیش خوشبختی هست آرامش هست عزیزان پیامبر رو در کنار خودمون داشته باشیم همراه با پیامبر بخندیم همراه با پیانبر به طبقات و افراد ناتوان و آسیب پریز زیر جامعه کمک کنیم همراه با پیامبر دست مهر بکشیم بر سر یتیمان و ناتوانان و بی و زمان و فقیران و همراه با پیامبر مشت محکم باشیم در دهان ظالم ستمگر الله شما را یار باد و یاور